در این بخش از برنامه یک سورپرایز براتون داریم. ایشون نه خواننده، نه آهنگساز، نه هنرپیشه، بلکه یک هنرمندی که در جهان ایشون الان داره میدرخشن، برنامه و تورهای گوناگونی رو دارن در سراسر جهان و این افتخاری است برای من و مهرداد که امشب ایشون رو در کنارمون داریم در ایام نوروز و شب نوروز در کنار سفره. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. این شوبره بازی میکنین از این هفته ما یه چیزی غیبش نکنیم. اجازه بدید تبریک بگم به شما و بینندگان که برنامه رو میبینن. انشالله سال پر از برکت، سلامتی، دلخوشی از همه مهمتر. آرامش و دوباره پربرکت و موفقیت و کاری که دوست داریم همیشه موفق باشن، همه دنبالش میرن و کاری که دوست دارم با همیشه موفق باشن. بگید یک هفته پیش با هم صحبت کردم، من بهشون گفتم که آیا وقتی که شما تشریف میارید به استودیو چیزی هستش که ما لازم باشه براتون فراهم کنیم؟ گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا من اگه یه دلاری بهتون بدم شما میشه یه 500 دلار رو بعد مرجع کنید؟ ایشون یه دلار من نه، من تو 500 دلار یه دلاری گرفتم، ولی نمیدونم دوربین چک بکنم. هم دوربین نزدیک هم اگه بتونیم بگیرین اینا خرگوش مرگوش در نه نه فدام دستتون رو ایشون نگردید. ایشون گفت چش من که پشت هم سین گم نشه. باشه این همینجا خوبه. پس ببینین اوکی من دوباره اینجا نشونم شما ببینید. من دیدم، من شاهدم. قشنگ دو تا چشم ما شاهد شما این شما هستین. این سه تا چهار اوکی. حالا من کاری که لازم دارم بکنم ببخشید اینا رو تا بکنم هم دیگه تا میکنم یه اینطوری که میکنم ببخشید صدر شما چک بکنم در رایتونه بده من صد دلاری هستم واقعا چه باید مردم بر خودم اگلی صد دلار حالا از این خودکارا نداریم که موضوع میشه ولی یه باید تو حد دیگه این ما یه خود اعتماد بعد بشه دیگه نمیشه. ببین نه من اینا رو دوباره نشون میدم. فردا خانم من گفته بعد بریم خرید اینا رو ببرم خونه. واقعا یه چیز استثنایی هستش. خیلی از هنرمندان هستن که در این کار وقتی که وارد میشن هر کسی دوست داره. خب یه چیزایی هستش که بیسک کاره. ولی شما با ویدیوهایی که از کارهاتون دیدم که کارهایی که انجام میدید واقعا یونیکه. و در اینجا قبل از اینکه ما بریم و کارهای دیگر رو ببینیم دوست دارم که یکی از کارهای زیبای شما رو مشکل باشه چون با این تعداد رقصنده و تازه پشت سر بیهیند استیج خب استیج منیجر هستش خیلی تعداد کرو بزرگی هست این کار آیا چقدر مشکله وقتی که شما بخواید این شو رو به کشورهای مختلف ببینید؟ والا این شو رو در حدود الان 4-5 سال هم روش کار میکنم. یه شوی که راتیک های بیشتر میبینین همطور هم میرخصه این برنامه این شو یه داستانی از اول تا آخر خود تمام شو که یک ما کشورهای مختلف رو ویزیت میکنیم از ونیس بگیریم تا پاریس همینطور میریم جلو و داستان و رقص به صورت ماجیک از توش مثل سورپرایز ماجیک از وان پوینت میاد بالا. یعنی مردم اکسپکت نمی کنن که الان ماجیک میشه. ولی البته کامیدی ماجیشن داریم که MC هست شو هست که بعدیش ببینین یه کوین سپیدز درسته؟ من کوین سپیدز رو میارم اینجا پایین تر من میخوام پشت گل میافتم. آها الان خوبه من اینجا با شما میخوام عوض بکنم اوکی؟ اوکی یواش اینو اینطوری میکنم محکم نگرش هنوز پس کوین پارس دست من شما اینو همتون نگرده؟ اوکی
بعد ببینیم من میخوام حالا این دفعه یه خوده محکمتر اینو گردانیم. حالا یه اونچه که گفتم مثل گیمه میخوام من اینو میتونم از دست شما دربیارم محکم تا جایی که میتونیم محکمه. چالنج اینه که من اینو برم با شما ممکنه شما عوض بکنم. اوکی. یک دو سه عوض شد؟ فکر میکنی عوض شد؟ نه محکم نیادشه. چیزی فهمیدم که من در برداشتم نه. نمیدونم. پس من مال خودم میگم میذارم اینجا. پس تو چون مطمئنم از دستتون چیز در نمیاد. اوکی. مطمئنی؟ نه چیزی در نمیاد. اوکی پس بگردونین یواش بگردونین ببینم چی دستتون. دو تا آز شد. خب دیگه این چی اینجا منم از این زاویه دیدم واقعا طبیعی بود. هیچ متوجه نشدم. خب من یه داستان زندگی رو سریع براتون بگم. من از 12-13 سالگی الان هم 29 سالمه ولی نه من از انگلیس شروع کردم این کار مجید و هابی و هاشم در سن 17 سالگی کلابای انگلیس و اروپا تور میدادم. در حدود 10 سال کار مجید انجام دادم. 25 سال 27 سال اخیر یه کارهای دیگه انجام دادم. دیزاین واقعا جالبه. برگردیم به پول دوباره. من معمولا میبینی همه یه موقع عید قرب مهم نیست چون دو تا دست میم. حالا من میخوام معمولا خب دیدین کارهایی که انجام دادم من توی دست من بوده. حالا یه کار سخته میکنه برای من سخت میشه که من میخوام شما این کار مجبور انجام بدیم. اوکی. ببینیم ما اینجا اگه نزدیکتر بتونیم بگیم اینجا دو تا هفت سیلبر دالره. پرفکت. یه دونه انگلیش پنیه. بعدش هم یه نیکله یه پنی. ما فقط از این به بعد فقط حرفای من رو فالو بکنیم و همون تو به اینجا. پس دو تا ببخشید. اینو شما خودتون چک بکنید. من یادم رفت که شما شاهد هست اینجا چش مردم در خانه یه دلاری امریکایی 7 دلار درست او 7 دلار بله این 7 دلاره. اینم یه اولد انگلیش پنی که سالهای 1920 تو انگلیس بود. درست. اوکی نازنین. خب حالا ببینید شما دست راستتون من برمی‌دارم اینجا دستتون ببندید لطف کنید. پس یه سیلور شما اینجا دارین. پس یه سیلور پنی اینجا بود. یه سیلور اینجا داریم. درسته؟ ما اینو مارکش میکنیم با یه سیلور یه پنی یه 5 سنتی. درسته؟ من. که یادتون بیاد. میمونه یه سیلور و یه پنی انگلیش پنی. اوکی. پس سیلور انگلیش پنی رو ما برمیداریم. اینو دستون ببندیم لطف کنید. پس پنی هم اینجاست. با این هم مارکش رو یادتون. انگلیش پنی و امریکن پنی. با این هم یه کار. اوکی. حالا پس شما سیلور رو اینجا دارین؟ سیلور هایی بر پنی هایی بر پنی بر دست راست سیلور دیدین چیزی رد شد؟ نه من هم ندیدم یه بگیم خوب توجه کنید تمرکز کنید که این واقعا داره اتفاق میافته. این داره میره این بر سیلور رفت این بر پنی اومد این بر احساس کرد این چیزی؟ دست ها محکم بسته بگیم مرمور هم شد خب اگه اجازه بدیم پس سیلور دست راست بود پنی اینجا بود. پس یعنی بعد اینجا جاشون عوض شده. بس من یه یواش وا میکنیم شما بندازین کف دستتون رو وا بکنیم میافتاد. نه برگردیم پنی اینجاست جنن خاله همینطور این کار بکنیم برگردیم سیلور اینجاست تو دست خودتون. درست من شاهد بودم خدا وکیلی کلکی نبود جاده بود همه چه هم میتونید زمین بکنید. از این که دعوت ما رو انتخاب کردید تشریف آوردید و تونستیم یک لحظات بسیار شیرین رو در کنارتون باشیم از اتفاق خیلی ممنون. مرسی برای دعوتتون. من واقعا لذت بردم و دوباره تبریک میگم به همه عید نوروز شما مبارک. حالا برای خالی نبودن عرضه اون 100 دلاریایی که اونجا بودین یه عیدی چیزی به ما بده. اون 100 دلاری ولی به خودمون باشه یواش یواش یه دلاری شد.